رئیس جمهوری تاجیکستان دو روز باز در ولایت بدخشان است و روز پنجشنبه با ساکنان نایه ونج ملاقات کرد. در این صحبت به افزایش افرادگرایی تاکید شده است. این در حالی است که هفته گذشته گروهی از جوانان نایه ونج از معرکه به گفته آنها ریشتراشان شکایت داشتند. همکار ما میرزانبی خالقزاد جریان صحبت ها را مشاهده داشت و با او من صحبت کردم. بله شالا، رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با ساکنان ناحیه ونج گفت که 53 ساکن این ناحیه در 6 سال گذشته به صف گروه های تروریستی و تندرو به مثل داعش دولت اسلامی پیوستند. امام علی رحمان در این ملاقات همچنین گفت 12 نفری آنها را دستگیر کرده به تاجیکستان برگرداندند و قرار است 8 نفری آنها در آینده نزدیک محاکمه شوند. بعد ظهور گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 و آغاز جنگ آنها در عراق و سوریه، به اطلاع رسمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان به این کشور رفتند و بسیاری هم به صف گروهی دولت اسلامی پیوستند. صدها نفرشون نیز در این جنگ ها کشته شدند. محققان افرادگرایی میگویند اساساً مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیکاری، ناامیدی از آینده، سطح پست دانش دینی و دنیوی و نقص حقوق دینی در تاجیکستان از سبب های پیوستن این افراد به صف گروه های تندرو و تروریستی است. آیا در باره معرکه به نام ریشتراشان در نایه ونج چه اطلاعی نو داریم؟ آیا این مسئله در استانه سفر پرزیدنت حل و فصل شده است یا هنوز بحثش ادامه دارد؟ مقامات ناحیه ونج چند روز پیش از سفری پرزیدنت به اینجا گفته بودند که با گروهی از جوانان که با نشان اعتراض از معرکه ریشتراشان در نزد بنای حکومت جمع آمده بودند کارهای فهماندهی گذراندند. از جمله جبار قاسم رئیس ناحیه ونج در صحبت با ما گفت که مقامات سبب ناراضگی آنها را تحقیق میکنند. این مسئله بعدی آن داغ شد که در آغاز ماه آوگوست فرقت حکومتوف رئیس بخش جوانان ونج در یک نوار ویدیویی گفت بسیاری از جوانان ونج ریش خود را تراشیده سیمای جوانی یعنی سیمای ظاهری خودشان را دوباره احیا کردند. بعد از همان روز 12 آوگوست گروه جوانان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. این معرکه را مجبوری نمودند. ساکنان ناحیه ونج میگویند حالا 6 نفر از اشتراکداران اعتراض پیوسته به اداره های مقامات انتظامی دعوت می شوند و احتمال نسبت به آنها پرونده باز شود. یعنی این مسئله هنوز نهایی نشده است و احتمال بعد از سفر پرزیدنت هم ادامه کند. سپاس برای صحبت میرزانبی خالقزاد بود. من تنها اضافه می کنم که سفر کره پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه